یکی بود یکی نبود، توی این خونه و اون خونه، همین نزدیکی‌ها و اون دورا، بچه‌ها رویاهاشونو از پنجره‌های خونه‌شون می‌فرستادن تا به آسمون. رویاهای سبز و آبی و سفید، رویاهای صورتی، زرد و گاهی هم بنفش. خلاصه رنگ و رنگ و جور و جور می رفتن اون بالاها به سمت نور. اگه گفتین تا کجا؟ تا یه سرزمین که مثل هیچ جای دیگه ای نبود. نه شلوغی داشت، نه دود. اسمش چی بود؟ سرزمین لبخند. توی سرزمین لبخند از رویاهایی که می رسید قصه ها می بافتن واسه یه چار فصل سال. قصه های خوشمزه با عطر و طعم شکلات. قصه های سرزمین لبخند. قسمت هشتم، کوله پشتی پستی. تولد دانیال بود. امسال قرار بود یه جشن تولد سه نفره بگیرن، فقط بابا و مامان و دانیال. دانیال شمعای تولدشو فوت کرد و توی دلش یه آرزو کرد. همون موقع زنگ در به صدا در اومد، اما اونا که منتظر مهمون نبودن. پدر آیفون تصویری رو جواب داد و همونطور که داشت میرفت بیرون گفت: پست چیه؟ میرم ببینم چی آورده. دانیال که تا حالا پست چی ندیده بود دوید و از توی آیفون تصویری آقای پستی رو تماشا کرد. اون و مامان دلشون میخواست پدر زودتر برگرده تا ببینن کی براشون نامه نوشته. بالاخره پدر برگشت با یه جعبه بزرگ، بسته هدیه تولد دانیال از طرف عمو مرتضی بود. چشمای دانیال از خوشحالی برق زد و زود جعبه رو باز کرد تا ببینه چی توشه. تا در جعبه رو باز کرد چند تا بادکنک خالخالی از توی جعبه اومدن بیرون و همینطور رفتن بالا و بالاتر تا چسبیدن به سقف. نخه همه ی بادکنک ها هنوز توی جعبه بود. دانیال توی جعبه رو نگاه کرد، یه کوله پشتی ضد آب. حالا میتونست با خیال راحت تری بره زیر بارون. دانیال گفت: یه کوله پشتی پستی. و همه زدن زیر خنده. پدر با گوشی چند تا عکس از دانیال و کیف و بادکنکایی که عمو مرتضی براش فرستاده بود گرفت و برای عمو مرتضی فرستاد. دانیال هم به عمو مرتضی تلفن کرد و از هدیه‌ای که براش فرستاده بود تشکر کرد. دانیال اونقدر کوله پشتیشو دوست داشت که اونو روی شونه‌هاش انداخت و دیگه درش نیورد. همونطوری کیک خورد، همونطوری شام خورد و همونطوری به اتاقش رفت تا بخوابه. موقع رفتن توی اتاق یه بطری آبم برداشت و به اتاق رفت. بطری رو کنار تختش روی زمین گذاشت. کوله پشتی رو هم درآورد و روی تخت گذاشت. کوله پشتی از روی تخت افتاد پایین کنار بطری آب. دانیال می‌خواست کوله‌شو برداره که ناگهان کوله پشتی شروع به حرف زدن کرد. هی سلام رفیق. دانیال اول فکرت خیالاتی شده و اشتباه شنیده، اما کوله پشتی دوباره گفت: اینطوری بر رو بر نگام نکن، ما با هم فامیلیم، از یه خانواده ایم. دانیال که حسابی جا خورده بود گفت: تو حرف میزنی؟ کوله پشتی که تالا به بطری نگاه میکرد برگشت و جواب داد: تو زبون منو میفهمی؟ پس چرا این فامیلمون دیگه زبون منو نمیفهمه؟ شایدم جوابمو داده و من زبونشو نمیفهمم. آره ممکنه همینطور باشه، آخه من خیلی تغییر کردم. اینو گفت و یه نگاهی به سر تا پای خودش انداخت و از ته دل آه کشید. دانیال گفت: این یه بطری آبه، تو یه کوله پشتی هستی، چطور ممکنه با هم فامیل باشی؟ کوله پشتی گفت: من یه کوله پشتی ضد آب هستم، از نخ پلاستیکی درست شدم، منم یه روزی بطری بودم. دانیال که متوجه حرفای کوله پشتی نمیشد گفت: بطری آب با تو خیلی فرق داره، چطور ممکنه تو قبلا بطری آب بوده باشی؟ کوله پشتی گفت: بیا بشین تا سرگذشتم رو برات تعریف کنم. دانیال نشست روی تخت، کوله پشتی رو هم گذاشت کنارش و مشتاقانه منتظر شنیدن شد. کوله پشتی گفت: وقتی از کارخونه بیرون اومدم یه بطری نو بودم که مثل شیشه می درخشیدم.
بعد توی کارخونه آب معدنی منو پر از آب کردم. با دوستای جدیدم سوار کامیونای بزرگ از این شهر به اون شهر سفر میکردیم تا اینکه نوبت پیاده شدنم رسید. یه مدت توی یه سوپرمارکت بودم. بعد یه آقای مهربون منو خرید و برد گذاشت توی یخچال خونشون. اونجا سرمایه دلپذیری داشت و دوستای جدیدی پیدا کردم. اما خیلی اونجا نموندم. تا به خودم اومدم دیدم توی یه جای تنگ و تاریکم. اونجا یه عالمه بطری پلاستیکی کوچک و بزرگ بود. بعدن فهمیدم اونجا سطل بازیافت بوده. از حرفای بطری فهمیدم که قرار ما رو بازیافت کنن. نمیدونستم بازیافت چیه، اما خیلی ترسیده بودم. فکر کردم حالا که افتادم تو سطل کارم تمومه و دیگه به هیچ دردی نمیخورم. وقتی تو کارخونه بودم قصه‌های ترسناکی از سرگذشت بطری‌های خالی شنیده بودم. میگفتن بعضی از بطری‌ها تو جوهای آب پرت میشن و لای یه عالمه زباله بدبو غرق میشن. یکی میگفت شنیده که آدما اونقدر به بطری خالی‌های توی خیابون لگد میزنن که دیگه پهلو و دنده‌ای براشون نمیمونه و پوستشون خراشیده و کدر میشه. البته گاهی خبرهای خوبی هم میرسید. مثلا شنیدم که بعضی آدما دارن با بطری‌ها برای بچه‌هایی که خونه ندارن خونه میسازن. اما خبرهای بد و ترسناک خیلی بیشتر از خبرهای خوب بود. دلم نمیخواست بیافتم گوشه خیابون و هر کسی رد میشه به هم لگد بزنه. دلم نمیخواست تو جوهای بدبو غرق بشم. هر شب کابوس میدیدم تا اینکه بالاخره روزای خوب از راه رسید. ما رو بردن کارخونه بازیافت و حسابی خورد کردن و بعد ازمون نخ ساختن. دیگه بطری آب نبودم. تبدیل شده بودم به یه دوک نخ پلاستیکی و دیگه خیالم راحت بود که نجات پیدا کردم. از اون به بعد دوباره دوستای جدید پیدا کردم و با هم سفر کردیم تا رسیدیم به کارخونه پارچه بافی. اونجا از ما پارچه درست کردن و فرستادنمون به یه جای خیلی بزرگ. ما رو بریدند و دوختند و بسته بندی کردن. دیگه نمیتونستم چیزی ببینم تا اینکه یه خانم فروشنده در جعبه رو باز کرد و منو گذاشت تو ویترین مغازه. هر روز بچه‌هایی میمدن و منو تماشا میکردن و من نمیدونستم قراره با کدوم اونا برم خونه. تا اینکه یه روز یه آقای قد بلند توپل منو خرید و با چند تا بادکنک گذاشت تو جعبه. بقیهشم که خب خودت میدونی دیگه. دانیال کوله پشتی رو بغل کرد و گفت وای عجب سفر پرماجرا و شگفت انگیزی داشتی. چقدر راه اومدی تا رسیدی به من. قول میدم خوب ازت مراقبت کنم. دیگه لازم نیست از چیزی بترسی. بعد از این سفر دور و دراز حتما تو هم خیلی خسته شدی. دانیال پاشد تا چراغ رو خاموش کنه، اما قبلش بطری آب و از روی زمین برداشت و گذاشت روی میز. با خودش گفت نمیذارم زباله بشی. شایدم تو چند سال دیگه کوله پشتی یه بچه دیگه بشی. شایدم یه لباس فضایی بشی و با یک فضانورد بری کره ما. یا یه لباس غواصی بشی و بری به اعماق اقیانوس. کسی که میدونه تو این دنیا هر چیزی ممکنه. بعد چراغ رو خاموش کرد و همونطور که کوله پشتیش رو تو بغل گرفته بود خوابید. خب بچه ها، منتظر باشید که فرمند بازم براتون قصه داره. قصه هایی از سرزمین لبخند با صدای شیرین آقای بهرام شاه محمدلو.